به نام خداوند بخشنده مهربان سلام شاگردای نازنین امیدوارم حال همگیتان خوب باشه خوش آمدین به صنف درسیتان ما در درس گذشته برای شما چی کردیم اشعه ها را برای شما رسم کردیم و گفتیم که زمانی که به عدسی برخورد میکنه چه اتفاقهایی برش میافته بیان که یک مرور کوتاه داشته باشیم بر درس گذشته ما برای شما عدسیه محدب را رسم کردیم. عدسیه محدب را که رسم کردیم محور اصلی را قراره بکشیم. محور اصلی را هم کشیدیم. فاصله های مهراقی و مرکز انحنا را مشخص می کنیم. فاصله مهراغ اول و مرکز انحنای اول و این طرف هم فاصله مهراقی دوم و مرکز انحنای دوم ما برای ترسیم اشعه ها در عدسی محدب سه حالت را بررسی کردیم گفتیم زمانی که اشعه ما به صورت موازی با محور اصلی به عدسی برخورد کنه از کجا می شد؟ از مهراق پس اشعه ما به صورت موازی به عدسیه برخورد کرده و طوری منکسر میشه که از مهراق عبور کنه اشعه اولی بود که خواندیم. برای مورد دوم گفتیم اشعه ما از مهراق تر میشه به عدسیه برخورد میکنه پس من اشعه دوم را با رنگ آبی میکشم اشعه ما از مهراق تر شده به عدسیه برخورد کرده چقدر منکسر می شد؟ طوری منکسر می شد که موازی با محور اصلی باشن موازی با محور اصلی و حالت سومی هم برای شما گفتیم گفتیم که زمانی که اشعه از مرکز نوری عدسیه این نقطه را ما با حرف اس نشان دادیم از این نقطه تر شوه بدون هیچ انکساری از عدسیه عبور میکنه عدسیه آمده به مرکز نوری عدسیه برخورد کرده هیچ انکساری پیدا نمیکنه و از عدسیه ما تر میشه و به صورت خط مستقیم به راه خودش ادامه میده حالی که ما اشعه ها را شناختیم که به عدسی ما برخورد میکنه چه اتفاقی میافتن؟ بیایم این بار تشکیل تصویر در عدسی های محدب را با همدیگه بخوانیم. زمانی که جسم ما در کدام قسمت از عدسی محدب قرار داشته باشه میخوایم ببینیم که تصویر در کجا تشکیل میشه و ما گفتیم برای پیدا کردن تصویر کافیه که دو اشعه را استفاده کنیم حالا ببینیم که حالت اول برای ما چی گفتم در عدسیه های محدب تصویر مانند آینه های مقعر بررسی می شود ما برای آینه های مقعر هم شش حالت را بررسی کردیم برای عدسیه های محدب هم قرار شش حالت را بررسی کنیم که از دو اشعه مناسب استفاده می شود ببینین مورد اول گفته اگر جسم در بینهایت واقع باشد تصویر به چه صورت تشکیل می شه؟ حقیقی، نقطوی و در مهراق تشکیل می شه به شکل نگاه کنین ببینین جسم ما در بی نهایت برای پیدا کردن تصویر از چند اشعه؟ از دو اشعه اشعه بالا و عشعه پایین هر دو به صورت موازی به عدسیه ما برخورد کردند. زمانی که از عدسیه قرار تر شوه منکسر میشه از محراب قبور میکنن ببینین عشعه منکسره اولی و عشعه منکسره دومی هر دو در محراب همدیگر را قطع کردند. پس تصویر ما در کجا پیدا میشه؟ در محراب حالی مشخصات تصویر ببینین حقیقی هست بر روی کجا تشکیل شده؟ مهراق به چه صورت؟ نقطوی من این را برای شما سر تختن میکشم پس سمبل عدسی را اول میکشیم؟ نقاط را مشخص میکنیم F1 C1 و همچنان F2 و سیه دو گفتیم جسم ما در کجاست در بی نهایت. وقتی که در بی نهایت باشه دو اشعه به صورت موازی آمده به عدسیه برخورد کرده پس یک اشعه در قسمت بالای محور اصلی به صورت موازی آمده درست است؟ یک اشعه هم از قسمت پایین به صورت موازی با محور اصلی به عدسیه ما برخورد کرده حالا ما میخوایم عشایی منکسره هر دو اشعه را رسم کنیم از رنگ آبی استفاده کنیم گفتیم که اشعه وقتی منکسر میشه که از کجا ترشوه از مهراغ پس عشایی ما منکسر شده از مهراغ عبور کرده این میشه عشایی منکسره اولی برای عشایی دوم هم گفتیم منکسر میشه از مهراغ عبور میکنه ما هر دو اشعه را رسم کردیم حالی هر دو اشعه همدیگر را در کجا قطع کردن؟ در محراب مشخصات تصویر را با همدیگه بگیم به صورت نقطوی در کجا تشکیل شده؟ در محراب و به صورت حقیقی یا مجازی به صورت حقیقی ای بود از تصویر اول تصویر دوم ببینیم که در کجا تشکیل شده گفته اگر جسم در خارج از مرکز انحنا واقع باشد تصویر به چه صورت حقیقیه معکوسه و کوچکتر از اصل شی بین مهراق و مرکز انحنا تشکیل شده شما ببینید جسم ما در کجاست در بیرون از مرکز انحنا این دو افی که نشان داده ببینین یک اف دو اف چی را برای ما تشکیل میده همو سیره جسم در بیرون از مرکز انحنا یک اشعه به صورت موازی با محور اصلی به, آ... یه دستیه برخورد کردم طوری منکسر شده که از محراخ گذاشتم حالی ببینید اشعه دوم از کجا تر شده از مرکز نوری بدون هیچ انکساری عبور کرده اشعه سوم آمده از محراخ گذاشته به عدسیه رسیده به چه صورت منکسر میشه؟ به صورت موازی هر سه ای, ای اشعه ها در یک نقطه به همدیگر رسیدن شما ببینید بین مهرا و مرکز انحنا تصویر به چه صورتم حقیقی هست به نظر شما کوچکتر یا بزرگتر کوچکتر از اصل شی و به صورت سرراسته است یا سرچپه به صورت سرچپه بیاین که با همدیگه این شکلم هم سر تخته بکشیم ما گفتیم که برای ترسیم اشعه برای ترسیم تصویر مناسبه که از دو اشعه استفاده کنید اما شما میتونین از سه اشعه هم استفاده کنید باز هم عدسیه محدب خود را رسم میکنیم سمبولش را قراره چی را بکشیم؟ محور اصلی را محور اصلی را میکشیم نقاط را برای محور اصلی خود مشخص می کنیم F1 من ای را ای کم ادامه می دوم C1 حالی ببینین مهراغ دوم و مرکز انحنای دوم جسم ما در کجا قرار داره؟ در بیرون از مرکز انحنا پس من جسم خود را در بیرون از مرکز انحنا می کشم ای جسم است ما اشعره از نوک جسم عبور میدیم به کجا برسه به عدسیه پس یک اشعه به صورت موازی باشه بعد اشعه, اشعه را رسم میکنیم موازی با محور اصلی به عدسیه برخورد میکنه توری منکسر میشه که از کجا بگذره از مهرا پس ما اشعه منکسره خود را رسم میکنیم این اشعه منکسره اشعه دوم به چه قسم قراره به تابه؟ ببینید ما میتونیم که از مرکز نوری ای را عبور بدیم و بدون هیچ انکساری تر میشه و یا شما میتونید از مهراق عبور بدین و موازی با محور اصلی رسمش کنین ما این از مهراق عبور میدیم تا به کجا برسه به عدسیه ما برسه پس اشعار را رسم کردیم چه قسم منکسر میشه به صورت موازی با محور اصلی ما اشعه منکسر خودم رسم کردیم حالی هر دو اشعه ببینین همدیگر را در این نقطه قطع کردن این میشه محل تشکیل تصویر پس ما تصویر خود را رسم میکنیم ببینین تصویرم رسم کردیم حالی قراره مشخصات این تصویر را با همدیگه نوشته کنیم در کجا تشکیل شده؟ بین مهراق و مرکز انحنا پس بین مهراق و مرکز انحنا شما برای ما بگین تصویر سر راست است یا سر چپه؟ آفرین سر چپه و به نظر شما تصویر حقیقی یا مجازی بسیار عالی تصویر ما چیه حقیقی این بود از حالت دوم بریم با هم دیگه حالت سوم هم بررسی کنیم که ببینیم که حالت سوم جسم ما در کجا قرار داره و تصویر در کجا تشکیل شده حالت سوم برای ما میگه اگر جسم در مرکز انحنا واقع باشد ببینید جسم ما کاملا بر روی مرکز انحنا قرار گرفته تصویر آن چیه حقیقیه معکوسه و مساوی با اصل شی در مرکز انحنا تشکیل میشه ببینید تصویر بر روی مرکز انحنایه یک اشعه به صورت موازی با محور اصلی به عدسی رسیده و طوری منکسر شده که از کجا تر میشه از مهراق و همچنان اشعه دوم را ببینید از محراق عبور کرده به عدسی رسیده و چه قسم منکسر شده به صورت موازی با محور اصلی هر سه ای اشعه ها در یک نقطه به همدیگر رسیدن و تصویر را دوباره بر کجا تشکیل دادن بر روی مرکز انحنا ببینین ما تصویر ما چیه؟ حقیقیه، معکوسه و مساوی با اصل شی بیاین که با هم دیگه این هم سر تخته بکشیم پس عدسیه رو اول رسم می کنیم محور اصلی رو می کشیم نقاط را پیدا می کنیم F1 C1 F2 و سی دو گفتیم که جسم ما در کجاست؟ در مرکز انحنا پس ما جسم خود را بر روی مرکز انحنا تشکیل میدیم در این قسمت جسم ما قرار داره یک اشعه به صورت موازی با محور اصلی میایه به عدسی برخورد میکنه و طوری منکسر میشه که از کجا میگذره از مهراق و اشعه دوم را با رنگ دیگه برای شما میکشیم ببینیم که اشعه دوم ما از محراب عبور میکنه به کجا میرسه؟ به عدسیه و چه قسم منکسر میشد به صورت موازی با محور اصلی در این قسمت هر دو اشعه به همدیگر رسیدن ما میتونیم تصویر در این قسمت تشکیل بدیم تصویر را شما ببینید در کجا تشکیل شده بر روی مرکز انحنا و به صورت سرچپه است امی اندازه که جسم ما بود امی اندازه هم تصویر تشکیل شده عزیزانی بود از درس امروز ما امیدوارم که درس را به خوبی یاد گرفته باشین تا جلسه بعدی همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم